با درود و عرض ادب خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم، امروز یک شنبه 9 جون 2024 میلادی، 20 خرداد 1403 شمسی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از ویدیوهای کلاب هاوس، اتاق امیر وظیفه شناس، اتاقی که تقی رحمانی اومد و 40-50 دقیقه اولش صحبت کرد راجع به اینکه رأی ندادن، چون این بار مثل 1400 تقی رحمانی میگه رأی ندیم. و البته این را هم بگم، سال 92-96 همین آقای رحمانی در خارج رفتن رأی دادن و اون زمان شدیدن هم تبلیغ میکردن که مردم برن رأی بدن. حالا ما که از اول گفتیم مثلا رأی دادن اشتباهه، اما چه اتفاقی اون موقع افتاده بود که آقایون فکر میکردن با رأی دادن درست میشه، الان دیگه فهمیدن، دیگه میگن آقا رأی نباید بدیم. و در ادامه، البته من اون 50 دقیقه‌ای که تقی رحمانی صحبت میکنه رو کات کردم، فرید مدرسی اومد توی اتاق و خواست جواب تقی رحمانی رو بده که دعواشون شد. اما در آخر فرید مدرسی به غیر از اینکه اون اول دعوای فوری به اپوزیسیون ربط داد، اپوزیسیون دیکتاتور، و طبق معمول اینا دیواری کوتاه‌تر از اپوزیسیون ندارن، آخر دعواش اما فرید مدرسی کوتاه اومد و خلاصه عذرخواهی کرد و این داستان‌های این شکلی. این ویدیو رو دارم میذارم برای اینکه دوستان مخالف و برانداز یاد بگیریم وقتی با همدیگه دعوامون میشه نزنیم همدیگه رو نابود بکنیم. نگاه کنید، طرفدارای جمهوری اسلامی به مو میرسونن اما پاره نمیکنن. خط قرمز همشون خامنه ایه، یعنی همدیگه رو تیکه پاره میکنن، به خامنه ای کاری ندارن، اما وقتی هم ببینن دیگه داره خیلی وضعیتشون حاد میشه، یه طرفی کوتاه میان به خاطر اینکه میخوان نظامشون رو نگه دارن. اما توی ما اپوزیسیون وقتی با همدیگه دعوامون میشه، یعنی همدیگه رو دیگه باید اصلا روی کره زمین انگار میخوایم محو کنیم. اینا رو بعضی موقع از اینا باید یاد گرفت. امیدوارم که مردم دیگه این بار بدونن. البته مردم میدونن و حالا اینا هم دارن خودشون این شکلی بالبال میزنن که یه عده امثال فرید مدرسی که مردم برن رأی بدن. زنده باد ایران، ایرانی با شرف، لعنت بر چی مزدور و وسط باز تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. یه موضوع رو یادم رفت بگم، ادامه این اتاق هیچ دولوش 3.5 ساعت هستش، توی کانال اولمون گذاشتم، میتونید اگر خواستین ادامه این اتاق رو ببینید روی کانال اولمون ببینید، روی معیار 1. و دوستانی هم که در ایران هستن میتونید با لایک کردن، گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنید. دوستانی هم که در خارج هستین، اگر یه موقع رعد و برق زدیم و اتفاقی افتاد خواستین به کانال ما کمک بکنید، حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق گزینه‌های تانکس و یا جوین این کار رو انجام بدید. با خنده گفتم به خاطر اینکه دیدم توی کلاب هاوس نشسته بودن حساب کتاب می‌کردن که آره فلان کانال 5000 نفر عضو داره، فکر میکردن مثلا این سابسکرایبر ها هر ماه مثلا میان پول میدن، همینطوری یوتیوب نشسته فقط داره پول پخش میکنه، بیاین تو رو خدا پول بگیرید. داستانی داریم به خدا از دست این جماعت، خودشون میرن میلیاردی بابت هر اتاق میگیرن. بعدن کانال هایی که ما کانال اولمون که اصلا مجانی، الان 10 ساله داریم همین شکلی مجانی کار میکنیم، ولی هیچ اشکالی هم نداره، هیچ سببایی هم نداریم از هیچ کس. امیدوارم که همیشه همتون سالم باشین، ایران آزاد بشه. قربون همتون برم، دم همتون گرم. مطلبی داری بشنویم بعد با دوستان ادامه بدیم. ممنونم، سپاسگزارم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید معظم و جناب آقای رحمانی. من واقعیتش نکاتی رو آقای رحمانی مطرح میکنن که هر کدومش یه سرفصل جدیدی رو باز میکنه برای پرداختن بهش و هر بخشش یه بخشی از جامعه رو هدف میگیره و یه بخشی از نخبگانی که با ایشون هم فکر نیستن رو هدف میگیره و اینها رو به هم وصل میکنه و از تهش به معروف فقط یک نکته در میاد که ما درست میفهمیم مشکل و دشمن اصلی و هیولایی که ما میسازیم از خامنه‌ای درسته و تمام معضلات هم زیر سر این اهریمن سیاهی که ما با نگاه ایدولوژیک چریکیمون میخوایم تصویر کنیم وجود داره
پس شرطی شر هیچگاه تعاملگرایی امری مثبت نیست، امری منفیه و باید در همه حال در هر شرایطی، چه اصلاح طلبانه چه بومعروف در حکومت چه بیرون حکومت، باید بریم به سمت تقابل. این دقیقا با روح سیاست ورزی تضاد داره ولی با روح مبارزه سیاسی کاملا آمیخته است. و این که ما هی در بین صحبت هامون مثلا یک نشریه رو که یک سردبیر یک نکته‌ای توش گفته رو به عنوان نماد یک مجموعه چند حزبی و ده حزبی و نمیدونم شخصیت‌های متنوعی که با خود اون فرد ممکنه تضادهای جدی داشته باشن رو ملاک قرار میدیم که یک بار یک سرمقاله‌ای توسط قوچانی نوشته شده و مثلا قوام رو بهتر از مصدق دونسته، یا فلانی در یک استیجی صحبت کرده مثلا آقای فروغی رو به مصدق ترجیح داده، و یک ایدولوژی و فرضیه مطلقی میسازیم که آقای مصدق عین مدافع دموکراسیه و در کنشگریهاش کارهایی که میکنه، مجلسی که میبنده، داد و بیدادی که تو مجلس میکنه، دستهایی که به هر حال کار میکنه در یک برهه زمانی به خاطر اینکه فدایان کسی رو میکشن که هم آقای مصدق باش مشکل داره و ایشون هم هیچ اعتراضی نمیکنه، اینها همه نماد مثلا اشتباه تاریخیه و مصدق یک اسطوره است و این اسطوره هیچ وقت از دموکراسی رد نمیشه، در حالی که اینها همه پایه های تفکر اقتدارگرایی، حالا میخواد اقتدارگرایی مذهبی باشه، میخواد غیر مذهبی باشه، میخواد انقلابی باشه، میخواد غیر انقلابی باشه، این تفکر ریشه غلیظ و جدیش رو ما در بنیادگرایی میبینیم و ریشه ضعیفترش رو در تفکر مصباح میبینیم که خودش رو حق پیدا میکنه و دیگرون رو باطل، یکی به اسم خدا و دین و محمد خودش رو معیار حق میدونه، یکی بر اساس آرمانهای مثلا دموکراسی که خودش باور داره، چون هر آینه اسم مردم میاد نشون میده یک جریان سیاسی مثلا به نام ایکس حامی مردم بوده، با مردم بوده و مردم رو نمایندگی میکنه، و هر کسی با اون جریان سیاسی در تضاده، حتی اگر اکثریت هم داشته باشه، حتی اگر اقلیت هم داشته باشه، ما این رو طوری تفسیر میکنیم که در مقابل مردم ایستاده، گویا مردم یک جسم، یک نواخت، یک شکل و در همه برهای زمانی یک فکر و یک ایده رو داشتن، در حالی که مردمی که ما میشناسیم حداقل از 57 تا به امروز هزار بار نظراتشون تغییر کرده در مورهای مختلف، و چون مثلا ما نظر یک دوره مردم با ما همراهه، ما مردم اون دوره رو مدافعان دموکراسی میبینیم، در حالی که کسی که سخن از تقابل میکنه نمیتونه اصلا دموکراسی رو به اجرا در بیاره، چون قوه سخن تقابل خشونته، بدون خشونت شما نمیتونید با معروف تقابل رو ایجاد کنید، میزان خشونتش متفاوته، یک تقابلگرایی افراطی داریم که میشه جلیلی، یک تقابلگرایی لایت داریم که برخی دوستان به هر حال دموکراسی خواه یا اصلاح طلب هستن یا برانداز هستن یا اپوزیسیون هستن، که تو خود اپوزیسیون و برانداز هم مدافعان اقتدارگرایی الا ماشاءالله هستن، کسانی که میگن ما باید 10 سال بیایم نظام رو به عهده بگیریم به خاطر اینکه میخوایم توسعه رو شکل بدیم، مثلا 15 سال 20 سال ما دموکراسی رو اجرا نمی‌کنیم، اینها اوجش هستن، کسان دیگه این اقتدارگرایی خجالتی رو به تصویر می‌کشن، یعنی دقیقاً به گونه‌ای ایدولوژی و اندیشه خودشون رو تعریف می‌کنن که گویی اونها فقط ایدولوژی دارن و دیگران اگر ایدولوژی رو بهش رسیدن اون ایدولوژی آفریده شده. دقت به کلمات بکنید، خواهش می‌کنم، کلمات بار معنای بزرگی داره، شما وقتی که کسی یه ایدولوژی داره چون همفکر شماست میگید ایدولوژی داره و ایدولوژی و امری مثبت براش تلقی میکنید، بعد یکی دیگه ایدولوژی داره که در یه برهه زمانی به این ایدولوژی رسیده،
شما میگید ایدولوژی آفریده، یعنی ساخته، یعنی اصالت نداشته. معنای آفریدن اینه دیگه، کلمات بار معنایی دارن. یعنی اگر کسی آدم عمیقی باشه، جدی به کلمات نگاه کنه، تأثیری به قول خود آقای خامنه‌ای، تأثیر بعضی از این کلمات از مو با همین موشک هم اهمیت داره. متاسفانه جمهوری اسلامی به این مسئله اصلا توجه نداره در بحث روایت ها. روایت کردن ها خودش یک تقابل، یک جنگه. از سال 76 یک استراتژی به معنی فشار از پایین، چانه زنی از بالا بوده. دوستان ملی مذهبی هم همواره منتقد جبهه مشارکت و اصلاح طلبا و آقای حجاریان در اون مقطع زمانی حداقل بودن. دقیقا آقای رحمانی داره اون استراتژی سعید و بعد از بیش از 20 سال داره مطرحش میکنه. میگه ما باید ببینیم چگونه میتوانیم مردم رو در فلان شرایط به صحنه در بیاوریم تا مردم در مقابل حکومت قرار بگیرن و حکومت مجبور به تمکین باشه. من سوالم اینه که شما اسلحه داری، پول داری، مذهب و دین به عنوان یک قوه اقتدارگرایی داری و عوامل مختلفی داری. اگه مبنای اون بر اساس فرمایشات آقای رحمانی این باشه که شما میخواییم باش تقابل کنید و میخواییم باش بجنگید و اون همه امکانات اعمال قدرت رو داشته باشه، حتی بگید نامشروع، اصلا من بحثم الان مشروعیت دادن به ایکس و ایگرگ نیست، میخوام بگم تقابل گرایی اصلا امریه که جامعه رو به بنبست میبره. وقتی تعامل رو شما از مباحث حذف میکنید، تقابل رو به عنوان یک به معروف اصل اساسی و قاعده بلا شک سیاست میپذیرید، دیگه اصلا امکان تعامل و گفتگو دیگه وجود نداره، اصلا امکان رسیدن به منافع مردم وجود نداره. شما اومدید در این بازار به دلیل نگاه های پیشینی خودتون که سیاست رو اینگونه فهمیدید که باید همواره با ادبیات های انقلابی شریعتی گونه با جامعه و حکومت سخن گفت و اون رو تبدیل به عمل کرد، در حالی که اینطور نیست. به نظر من روش مطهری قطعا بهتر از روش شریعتیه. مطهری میاد تو زن روز که یک نشریه پرتیراژ تعامل میکنه و 15 شماره 10 20 شماره از تزش، چه درست باشه چه غلط باشه، در یک نشریه ای که روش همیشه یه عکس زن به هر حال غیر مغایر با مبانی اسلام یا مذهب شیعه یا اون چیزی که مطهری میفهمه هست، حاضر میشه تو اون نشریه بنویسه و تأثیرش رو ایجاد میکنه. اما از دل مطهری تروریست در نمیاد، اما از دل شریعتی و ادبیات شریعتی تروریست در میاد، فرقان در میاد، که همه مشکلات آخوندان در دقت کنید، فرقان در نمونه بسیار قلیزش آخوند رو تمام مشکلات میبینه. آقای رحمانی در نوع به معروف ملایمش روحانیت رو میزنه، خیلی ملایم، یعنی تلاش میکنه دو سه تا آخوند بگه اینا خوبن، اما این تبعیضه که مثلا روحانیت تو قدرت باشه. توضیح نمیده که اگر روحانیت تو قدرت باشه، مثلا اگر از راه های دیگه وارد قدرت گفتن و ضوابط دموکراسی، اصلا کلا روحانیت رو یک نماد ضد مدرنیته تعریف میکنن و نمونه های سلطنت طلبش و فلانش و فلانش که دیگه الا ماشاءالله دیگه اصلا اونو انگل های جامعه و همه آخوندار هم باید زد کشت. بعد یک استاد، یک فردی که استاد دانشگاه بوده، اسلحه تبلیغ میکرده، مثل همین فردی که در یه اتاق بغلی همین کارا رو میکنه، اونم استاد حقوقه در یکی از دانشگاه همین آمریکا، این فرد دقیقا مثل این فرد اسلحه تدریس میکنه، میگه باید قرآن آتیش زد، میگه به معروف باید ریخت، چی من یه عالمه آدم دارم در ایران بهشون اسلحه دادم، اصلا کاری به درست غلطیش ندارم، ها کربات میزنه، اتکلم میزنه، ریششو تیغ میزنه، تو خونه لاکچری میشینه، مثل چریکام قیافش نیست، اما داره تروریسم رو ترویج میکنه. و جماعت دیگه هم هست در همین کلاباز، طرف اتو کشیده است، به معروف مدعی استاد دانشگاهیه، میاد میگه هیچ راهی جز اسلحه وجود نداره.
بعد ما بیایم هر کسی که در جمهوری اسلامی محکوم میشه، با وجود اینکه من با حکم اعدام 100% مخالفم، به دلیل اینکه احساس میکنم حکم اعدام اون تأثیر و اون اثری که شاید در دوره‌های پیشینی داشته الان نداره به نظر من. حالا من بحث رسانه‌ای و بحث سیاسی و بحث‌های اخلاقی اینا میکنم و الا بحث حقوقی که سوادشو ندارم، اما اینکه ما هر کسی به هر دلیلی توسط جمهوری اسلامی حکمی رو بخوره، حتی حاضر نمیشیم بگیم آقا این حکم اعدام نباید بشه، این آقایی که اسمش استاد دانشگاه است و مثلا جامعه رو به رفتارهای تروریستی داره تبلیغ میکنه، مثلا حقش 10 سال زندانه، 2 سال زندانه، اینم نمیگیم. وقتی ما به اینجا میرسیم که در نبود نیروهای سیاسی خوب، جریانی 3-4 سال پیش میبینه هیچ اعدامی از نیروهای سیاسی نمیشه، یک قاتل در شیراز رو به عنوان نماد حقوق بشر تعریف میکنه و اون قاتل میشه به معروف قصوه حقوق بشری، در حالی که میتونسته تبدیل بشه به اعتراض به حکمش. آقا بحث یه جای دیگه، بحث یه جای دیگه، شما همینا رو دارید اجازه بده. آقا من اجازه میدی شما الان 45 دقیقه صحبت کنید، من 10 دقیقه صحبت کردم. آقا فریدم این بحث یه جای دیگه رفت، من اجازه اگر آقای امیر وظیفه شناس شما باید من وضعیت دیکتاتوری اپوزیسیون رو که میدونم، این که من عادت دارم به دیکتاتوری اپوزیسیون و راست من ببین این من در چارچوب بحث کردم تو هم ببین دقیقاً مصباح هم همینو میگه آقای رحمت. صاحب کن دیگه، صاحب کن، خب کن سعید جان، یه لحظه اجازه بده، یه لحظه اجازه بده آقا، باید گفتگو کرد دیگه، یه لحظه فرید جان اجازه بده. آقای امیر وزیر شناسی شان بحث جای دیگه بود، یا قطع کنه رو موضوع صحبت کنه، منم رو موضوع صحبت کنم، یا اینکه من مسئول دیگران نیستم، من فرقانی و مرغانی داستانی که ایشان گفت اینجا این همون توری ساخت، این ایدئولوژی ساخت. کسی که با جون اولا آقا ما 96 رای دادیم، 92 رای دادیم، 76 رای دادیم، الان میگم رای ندیم، چه ربطی داره به تقابل مطلق؟ من اصلا در مورد رأی صحبت نمی‌کنم. اجازه بده، اجازه بده. بعد تمام حرفا شما در تمام صحبتتون آقا متدتون تقابل گراست، شریعتی متحری. ببین اولا که تو اینا رو ندیدی منم نزدیک. آقای رحمانی، آقا جان، آقای فرید مدرسی، تو اینو فقط بپرسم از شما نکردی. یه سوال، تو اومدی یه حمله ایدئولوژیک کردی. خب آقای رحمانی، یه سوال کوچیک، هر کس گوش کن، به هر کس یه سوال کوچیک نیسته، حتی من کسی که رأی دادد متهم نکردم، گفتم نظرشه، اشکال ندارم، مایی که منو ببندید، منم اصلا با کسی حرف بیزنی که رأی داد و رفت زندان. آقای فرید مدرسی، اون موقع زو تحکیم وحدت بودی دستگیر می شدی، ما زندان رفتیم، انفرادی رفتیم، بازم اومدیم رأی دادیم. الان که میگم رأی، اما این روش شما دارم، تو نمیدانی اینه بذاری به تقابل مطلق، تو الان صحبت کنی تقابل مطلق ساختی، من تقابل مطلق نساختم، تو داری تحریف میکنی، من اینجا زندم داری تحریف میکنی، وقتی مرده باشم که چی؟ من الان به شریعت متحری کار ندارم. من اگر بدونم آقای وظیفه شناسه من 76 رأی دادم، مجلس شیشم رأی دادم، 92 رأی دادم، 96 خارج از کشور رأی دادم، همون دوستای اصلاح طلبه که میان اینجا میشن سلطنت طلب، فهمیدی؟ ولی من اینجا رأی دادم، پس تو نمیدونی بگی من تقابلیم، من بر اساس مختزایی دارم تحلیل میکنم و حتی اون که رأی میدهد و من نمیگم تو فلانی فلانی، تو اومدی یه ایدئولوژی ساختی، هر کس که رأی نده بخواد تقابل کنه، فرقانی فلان شریعتی، همه رو متهم کردی، این واقعا اخلاقی نیست. خیلی ممنون. خب یه لحظه به من اجازه بدید، من خواهشم اینه، الان آقای مدرسی نمیدونم چی شدن، ما به ایشون خدافظی کردن، نه یه لحظه بذار من دعوت بکنم تشریف بیارم بالا. آقای مدرسی من اینوایت دادم، ببینید من خواستم مداخله نکنم،
اولا ببینید انداختن پایین، هر کی کرده این کار کار دموکراتیکی نیست. حالا هر کی میخواد کرده باشه، نه اگر این کار کرده باشه من واقعا انتظار ندارم. من اولین بار در اتاق ما چنین، من دوستان میدونن این علامت مادریتوری، نه کسی حق داره مایک کسی رو ببنده، نه این من باعث تأسف من اگر کسی این کار کرده، من عذرخواهی میکنم و نمیدونم واقعا چنین چیزی ما در اتاقای من نداشتیم. این کار کرده من نمیدونم چجوری بوده واقعا، بپرسید از تک تک ما قطعا این کار نمیکنیم. حالا امیدوارم میگم اشتباه شده باشه. من خواهش نمیدونم آقای مدرسی، هم ضمن این که میخوام فرمایشات شما به آخر برسه، این بالاخره آقای رحمانی هم که ما شناخت داریم، شما صحبتتون رو یه جنبندی بکنید، بعدم مایلم مشارکت نمیشه هر فقط من فقط نکاتی که شبه برانگیز بود رو جواب میدم و بقیه مباحثم رو انشالله میذارم برای بعد. من رأی دادن و عدم رأی دادن رو به معنای تعامل یا تقابل نمیپندارم. یعنی شما میتونید رأی ندید اما اسمش تقابل نیست. تقابل به معنی یک متد که مبنا و اساس سیاست ورزی باشه رو من باهاش مشکل دارم و مشکلم هم مشکل شخصی نیست، مشکل گفتمانیه. یعنی آقای رحمانی صحبتاشون در استیج موجوده، ایشون همواره میگه آقا ما وقتی میایم تو ساختار که بتوانیم، یعنی آقایی که میاد مثلا نماینده مجلس میشه، آقایی که رئیس جمهور میشه، بتواند مردم رو به صحنه بیاورد تا در مقابل حکومت همین مردم رو در حالت تقابل انجام بدهد که حکومت مجبور به عقب نشینی بشه. من میگم حکومتی که قدرت داره نامشروع، دیکتاتور یا همین دموکرات، خونریز یا صلح‌طلب، اصلا فرقی نمیکنه. وقتی این ویژگی ها رو داره، یعنی ویژگی پول، ویژگی اسلحه، ویژگی به معروف اتوریته های مذهبی، ملی و فرهنگی که خودش هژمون کرده، قاعدتا در مقابل یک گروهی که در اقلیت از منظر قدرت نه از منظر تعداد، یعنی میزان قدرتش نسبت به قدرت حاکم قطعا پایین تره. اگه برابر باشه، یه ذره پایین تر باشه، امکان گفتگو و تعامل وجود داره. وقتی که میزان تفاوت فاحش داره به بحثش، من میگم حکومتی که میدونه من با متد تقابل گرایی، یعنی فشار از پایین، چانه زنی از بالا میخوام باهاش برخورد کنم و فرهنگ استبداد ایرانی رو ما از 2000 و اندی سال به قول مرحوم بازرگان ما تک تکمون یک شاه کوچولو یا یک دیکتاتور کوچولو هستیم، چنین فرهنگی هم در جامعه غیر از نظام سیاسی وجود داشته باشه، قاعدتا قضیه تقابل منجر به و معروف منتفع شدن و رسیدن به یک هدفی در راستای مطالبات مدنی ما نخواهد بود. و الا نفس رأی دادن نه امری مذمومه نه امری مطلوبه، بستگی به شرایط داره. اما کلن رأی ندادن که جناب آقای رحمانی اصلا خودشون فرمودن اصلا تو این کانتکست نیستن. اصلا من بحث رأی دادن رو یک امر سیاسی نمیپندارم، به دلیل اینکه مردمی که داخل ایران هستند به امر رأی دادن به مثابه یک ابزار برای ایجاد تغییر میبینن. یک زمانی میتونن تغییر ایجاد کنن، مثل دوم خرداد، مثل 92 میرن شرکت میکنن، یه جایی مثل 1400 که در 96 شما با رأی بالای نمیدونم 72% چقدر شرکت کرد، 75%، بعد درصد اگر اون رأیای باطله و رأیای سفید هم کم کنیم از درصد شرکت کننده ها، 37% کاهش رأی وجود داره. و دوباره مردم اگر بدونن که از ابزارهای حکومتی برای رسیدن به مطامع حقوقیشون، یعنی مطامع به معنی امری منفی نه، به معنی حقوق طبیعیشون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فردی که در این جامعه داره زیست میکنه، من معتقدم متد تقابل گرایی
یک متدیه که از یک فرهنگ پیشینی میاد که نسل پسای نسل من به معروف نه تجربهش داره کرده، اگرچه در دوره های ماها هم متأثر از اون فرهنگ کنشگری پسا دوم خرداد رو به کنشگری تعاملی، از کنشگری تعاملی و شرکت در یک انتخابات کاملا قانونی تبدیلش کردیم به تقابل، و حکومت هم در تشدید این مسئله نقش داشت هم در ادامه دادنش. اونم بخشی از حکومت که علاقمند بود میزان قدرتش افزایش پیدا کنه، وگرنه حکومت مثل اصلاح طلب و مثل اپوزیسیون که یکی نیست، که شکل نیست. همونجا الان تو اصلاح طلب ما میبینیم دیگه، دو تا نگرش مختلف. بعد آقای رحمانی بعضی فرضیه هایی رو در صحبتشون مطرح میکنن، این فرضیه ها مطلق نیست. مثلا ایشون میگن آقای خامنه‌ای دو سال گیج بود، دو سال کار کردن تا به یک تئوری برسن، در حالی که اینطور نبوده. شما برید صحبت های پیشا 78 رو ببینید، چه در دیدارهای خصوصی آقای خامنه‌ای و آقای کروبی و آقای موسوی ببخشید آقای خاتمی و نیروهای رده بالای اصلاح طلب که در اون موقع سازمان مجاهدین انقلاب بوده، به معروف تلاش میکرده که این گفتمانی که وارد عرصه شده رو در ابتدای امر با سیاستهای خودش و حکومتش و اون سیاستهایی که به نام جمهوری اسلامی رهبرش به عنوان راوی جمهوری اسلامی، چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، این دست پرورده بعضی از دوستان در قانون اساسی، در مجلس قانون اساسی که حضرت آیت الله منتظری خودش فرمودن که وقتی ولایت فقیه رو تصویب کردن با خنده، حواسش نبود که تریبون روشنه، با خنده با آقای بهشتی گفت ما با این کاری که کردیم کدوم خری میتونه عمرو رئیس جمهور بخواد بشه، با همین لفظ اگر گوش کنید مصاحبه رو، خر و قشنگ آقای منتظری میگه، که بعدا بعضیا برای ترجمهش تو تاریخ میگن کسی دیگه پیدا نمیشه که به معروف چیز کنه. ما امروز که با ولایت فقیه روبرو نشدیم، ولایت فقیه محصول یک مجموعه افرادی بوده که امروز بخششون مخالف شدن، بخششون همراه شدن، بخششون فلان شدن. الان یه چیز جدیدی نیست که من الان بگم آقا ولایت فقیه اینجوری شده. بله از قدیم اگر ما نقدی داریم این از قدیم بوده، باید در یک پروسه تاریخی همونجور که به وجود اومده در یک پروسه تاریخی هم باید براش، اگر کسی معتقد درست نیست. بعد یه نکته آقای رحمانی میگه، میگه ما باید برای رأیمون تلاش کنیم. من سوال میکنم این ما چه مایی؟ اگر مای سیاستمداره، اگر مای کنشگره، اگر مای اپوزیسیون یا اصلاح طلبه، یا مای به معروف رسانه‌ای، حرفشون درست، اما ما نمیتونیم از شهروندان رو، از افراد عادی با مشکلات عادی یا زیاد تبدیلشون کنیم و انتظار داشته باشیم تمام شهروندان ایران هزینه سیاست ورزی مداوم رو با یک حکومتی با همین اشل، بد یا خوب هر کسی هر نظری داره، توقع نمیشه داشت که این مردم رو هی رواج بدیم آقا شما باید این کار بکنید، شما باید. آقا این مردم یک توانایی دارن، نه اولا برای کار سیاسی آماده شدن، نه اصلا سیاست رو دوست دارن، اصلا بعضی هاشون با اینکه ضد 100% جمهوری اسلامیه، وقتی میری تو خونشون مهمونی اصلا دوست ندارن در مورد سیاست حتی با 100% موافقش هم باشه حرف بزنی. ما باید مشخص کنیم مایی که مطرح میکنیم کدوم ماه، مردمی که مشخص میکنیم، هی میگیم مردم، ما کنار مردم ایستادی، حکومت مخالف مردم ایستاده، حکومت مثل اینکه مردم یه صفره و یک صده، حکومت یه صدی رو ازش از دست داده. همینجا واسه مردم رو بهتون مشخص. نه دیگه تموم شد، من بحثم. نه اجازه بده، اجازه بده. نه اجازه میدم، میگم تموم شد. برات خوبه، ببین برات خوبه. ببین مردم جامعه مدنی هست. این که تو میگی الان ما جامعه مدنی داریم. اجازه بده. دموکراسی در غرب یا میشود یا نمیشود. دموکراسی امری مربوط به نهادهای مدنی است که احزاب مقید میکنن، مردم از سیاست متنفر باشن، ولی تشکل صنفی معلمان، پزشکان، مهندسان اینا خواسته های خودشان میگن. وقتی خواسته های خودشان میگن این یعنی مراقبت. من اینم توضیح دادم. ببین این که تو داری میگی از نظر من پوپولیسته،
مردمی که یهو سیاسی میشن، چه تو پاریس، تو تو نیویورک، تو جنبش مهسا بارها گفتم، اگه گوش کردی درست گوش کن، گفتم من تو پاریس پوپولیزمو دیدم. وقتی 5000 نفر اومدن تو تظاهرات، من 500 تاشون نمی‌شناختم که سیاسی بودن، 4500 تاشون سیاسی نبودن، یهو اومده بودن جمهوری اسلامی برود یا بماند. این میشه پوپولیست. ببینید در ایتالیا راست افراطی حاکمه، ولی جامعه مدنی قویه. مردم مردم، من نگفتم کنار مردمم، هیچ وقتی حرف نزدم. بخشی از مردم ایران الان اصلا جمهوری اسلامی رو نمیخواهند، زورشان نمیرسد. تو نمیدانی واژه‌ای که رضا پهلوی به کار میبره بذاری به اسم تغییر رحمانی، که باید خوب گوش کنی دیگه. تو نمیدانی بگی من به دنبال تقابلم، کسی که رأی میده که دنبال تقابل نیست، گاهی رأی نمیدهد. خب این که میگی مردم بیاین یعنی چطوری بیان؟ مدنی بیان یا با اسلحه بیان؟ تو بارها شنیدی من میگم روز 22 بهمن فاجعه بود، چون دولت همه چی فرو ریخت. خب نه بارها گفتم، سالهاست میگم، قبلا هم چه اعتقادی نداشتم. وقتی که تو این حرف میزنی، من که نمیخوام هندوانه دیگه بغل مردم بدم، مردم سیاسی نیستن، در اروپا هم نیستن، ولی از طریق صنف رأی میدن یا نمیدن. سندیکای کارگری، سندیکای کارمندی، سندیکای کارفرمایان، سندیکای معلمان، فلان، هر جا کشور سندیکایی تر است. حالا میگی مردم ایران ندارن، میشه پوپولیست، کاری نه، چارش نمیشه کرد. یکی میاد توی بازی تو پوپولیست هم سر مردم کدام میره. ما میبینیم این جمهوری اسلامیست که مانع تشکل جمعیت امام علی میشه، مانع تشکل معلمان میشه، اون معلم رادیکال میشه. اگه اجازه بدهن چه اصلاح طلب چه اصولگرا اجازه نداد تشکلات صنفی درست و مستقل شکل بگیره. خب این شما حرف کامل، حرف ما رو کامل چیز کن، وقت یه بگو انتقاد دارم. تو میدونی که مردم، من گفتم من مردم پرست نیستم، من مردم دوست دارم. مردم قهرمان ایران هم نمیگم، مردم گاهی قهرمان هم گاهی نیستن. مردم هم سنف هم. ما مردم نداریم، پزشک داریم، مهندس داریم، کارگر داریم، کارمند داریم، کرد داریم، ترک داریم. اینا رو بارها گفتم، من از سال 84 دارم اینا رو می‌نویسم، تو ایران بودم اینا رو می‌نوشتم و انتقاد می‌کردم به احزاب سیاسی. شما باید مردم اینجوری ببینید، بعضی از اینا 2% امکان داره حزبی بشن، ما بقی تو سنفا فعالم یا عضو سنفم. جمهوری اسلامی راه این سنف بسته و این باید باز بشه. این که میگم مردم در خیابان، یعنی اینا که من باعث شما 100% اگه موافقی روایت من درست، هم قسمت دیگه شما روایتی هم مردم دارم، من روایت پوپولیستی هم مردم ندارم. من دیدم سال 57 وقتی اینا رو دیدم، من 22 بهمن تو که ندیدی، من دیدم همه چی فرو ریخت. اگر 21 بهمن میشد 23 بهمن 22 بهمن نبود، ما اینقدر بدبخت نبودیم. همه چی فرو ریخت. من این تجربه رو دارم که میام، اونی که میاد تو خارج از کشور او حرفا رو میذاره مقابلش وای میستن. چرا؟ تجربه‌مه. تو نمیدونی تو حرف منو تحریف می‌کنی، شریعتی با تحریف بعدم بحث می‌کنی، اون بحث دیگه‌ست. ولی این که شما داری میگی آقای خامنه‌ای، حالا شما میگی ولی فقیه، اصل دوم، فصل دوم قانون اساسی حقوق مردم، تشکلات آزادن، چرا نیستن؟ خب چرا نیستن؟ این مردم، ببین من الان حاکمیت فاشیست تو ایتالیا میبینم، ولی جامعه مدنی ایتالیا تن نمیده، قدرت شکسته. اینجور نیست اون خانم ملونی هر کاری دلش بخواد بکنه. من اینه دارم میگم، دموکراسی رای دیگه ای نداره. حالا میگه این طولانیه، ولی باید حرفشو بزنی دیگه، باید قدمشو برداری دیگه. انتخابات هم رای ندادن، رای دادن حقه، خود اینه قبول داریم. من معتقد به این انتخابات نیستم، ولی من 96 رای دادم، 92 رای دادم، تو خارجم رای دادم، خیلی هزینه داره، برای من مهم نیست، میدم، لازمم باشه دوباره میدم اگه درست بدانم. ولی این بی مفهوم نیستش که من نیام اون چیزی. ببینید نمیدانی تو فرید اینه منکر بشی، بروکراسی خاتمی با هاشمی فرق داره، نمیشه اینا رو مقابل هم بذاری. نه که اون گذاشت این مقبول بیفته،
تو الان داری، تو دیگه تو الان ما فرق داره، خیلی هم فرق داره. ولی حرف من تحریف نکن، من فرقانی نیستم. من نگفتم شما فرقانی هستی. من فرقانی نرمم نیستم. من میگم متد تقابل‌گرایی دارید تجویز میکنید. من در مقابل مشی سازمان مجاهدین ایستادم و کنارشان زندان کشیدم. مشی چریکی من رد کردم. اون موقع تو زندان کنار اونا تو بند 200 نفر مجاهد 4 تا طرفدار شریعتی من رد کردم مشی چریکیه. یعنی یه جاهایی من رو حرفم وایستادم بودم و مشی چریکی به درست نیست. غلطه، اسلحه درست نیست، نظام برآمد از انقلاب و بیزودی نمیشه انداخت، اصلا انداختن بایدش میخوای چیکار بکنی. و چرا من تمام دهه 60 زندان بودم در اومدم اونا چشای فعالا مهندس صحابی دنبال چی بود؟ آقای خامنه‌ای با ما براندازی برخورد کرد، ما براندازانه برخورد نکردیم. مگه حاله صحابی نکشتن؟ مگه هدا رو نکشتن؟ ببین شما دارید باری یه نفر حرف بزنید تبار داره، من که بی تبار نیستم که. الان میگم تو انتخابات مجلس رای اون موقع دادم، الان نمیدم به این علت، چون به نظر من مشکل حل نمیکنه. حالا این که نمیشه گفت تو فلانی و این که اوریسازی به وسیله بخش از اصلاح طلبان شروع شده، تو ممکنه اون رو قبول داشته باشی. تو میگه آقای خامنه‌ای با این موجودیتش هست. آقای رحمانی، این ناجوانمردانه است که بنده اصلا در مورد بحث انتخابات همین الان از من بپرسید نظرت چیه؟ من یک کلمه در مورد رأی دادن صحبت نکردم. شما دارید افرادی که وارد اتاق متحدی یه فایل دیگه. آقای رحمانی یه لحظه اجازه بدید. فکر من همه تحریف کردی جلوی من. اشکال نداره، اونجا رو بگی تعریف کردی، اما من در مورد رأی دادن یا ندادن اصلا قائل به این نیستم که کسی که رأی نمیده فی نفس تقابل داره ایجاد میکنه. حقشه که رأی بده یا نده. من اصلا نگاه به انتخابات، نگاهی که هم این طرف یا همون طرف یا دارن رو قبول ندارم. بعد شما هی اینو میگید، کسی که تازه وارد اتاق میشه بحث دیگه میکنه. من بحثم اینه، جمهوری اسلامی در داخل ایران چه کار میکنه؟ چرا امثال ظریف بولی میشن و توسط جریان سوپر انقلابی اینقدر ترد میشه؟ چون یه واژه‌ای میسازن به نام سازش و یه واژه‌ای در مقابلش میسازن به نام انقلابی. این سازش یه کلمه به شدت مقدس به معنی علمیش، مقدس در دانش دیپلماسی، و یک واژه به شدت مقدس رو تبدیل میکنن به یک انگ سیاسی وحشتناک که اصلا جز وظایف دیپلمات ها سازشه. یعنی چی هستن؟ شما اصلا میری برای سازش میخوای بری جنگ که باید با لباس نظامی بری بشینی توی به معروف مذاکره، اسلحه باید بگیری یارو تو اما اول بزنی. من الان بحثم اینه که شما یک فرضیه های قطعی رو استفاده میکنی که من ممکنه با مثلا 10 تا 60% 70% مثلا هم نظر باشم، ولی شما چنان قاطعانه مطرح میکنید و اون رو 100% میکنید، من نمیتونم با عمر موافق باشم. این که شما میگید صبر کن، اینو فقط یه جمله بگم، یه جمله تمام، یه جمله این فرید، همین مثال، یه جمله اجازه بدید، میدونم یه جمله، من آقای رحمانی یه جمله اجازه بدید، مستاق نه من همین حرف رو زدم تو جمله بگم آقای رحمانی، من همین حرف رو زدم که یه جمله رو بگم، حل مسئله هستی میرود تنها جریان. آقا من یه جمله‌مو بگم، اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، آقا من بیانیه متن نوشتنش اجازه بده دیگه، مستاقی با هم حرف بزنم. آقا اصلا صحبت هم اجازه بده دیگه، 3 دقیقه صحبت کردم. نه نه اینجا به نفع تو ببین آقا، نه من میخوام یه جمله بگم، جمله من اینه، تنها جریان آقای خامنه‌ای، تنها جریان نیکویاد این مسئله رو حتی احمد نژاد فقط به خارج اجازه بده. مهندس موسوی میگه این اشتباه، به خدا قسم ولی ما تنها جریانی در ایران هستیم، اجازه بده میگیم آقا مسئله هسته‌ای حتی احمد نژاد هم حل کنه به نفع ما. من یه لحظه، من آقای رحمانی عزیز یه لحظه، یه ثانیه به من مولد میکنم، من این عصبانیت رو اگه 10 ثانیه به من مولد بدید من حل میکنم. من آقای رحمانی از شما عذرخواهی میکنم. آقای مدرسی در 30 ثانیه حد اکثر گفتی یه جمله مونده، من از دوستان نه اگه یه بار دیگه مایک باز بشه من از دوستان خواهش میکنم جسارتا تشریف ببرم پایین، کسی مادریتور نباشه لطفا این کارو نکنید.
30 ثانیه. آقای خامنه ایشون یه فرضیه ساختن. آقای خامنه‌ای 100% نگاش به بیرون، اصلا نگاه به داخل ایران نداره. این فرضیه چگونه در مورد یک فردی که ایشون معتقدن دیکتاتوره میتونه یک دیکتاتور فقط نگاهش به خارج باشه؟ اصلا میگم سیاستمدار نه دیکتاتور. آخه چرا ما یه فرضیه مطلق میسازیم که یک واقعیت رو انکار کنیم؟ خب حالا من توضیح بدم، من توضیح بدم. ببینید جمله من چی بود؟ رئیس جمهور آمریکا دولت فدرال در کالیفرنیا دخالت نمیکنه که، تو انتخابات میگرده. دولت فدرال آمریکا رو طوری سامان میده در مقابل چین. خب آقای خامنه ای نیابتی داره. آقای خامنه‌ای گفتمانش غزه است، حزب الله است و حوثی‌های یمن. مقاله‌ای داره آقای سعدالله زارعی، آقای خامنه‌ای هم یه بار نگفته، میگه در جنگ اول جهانی وقتی تقسیم می‌کردن ما چیزی نبودیم، تو ضعیف بودیم، ما باید قدرت باش پیدا کنیم، در این نظم نوینی که داره شکل می‌گیرد سهم ببریم. حتی شما از منظر منطقه به کشورت نگاه میکنی، چون ایران یک قدرت منطقه‌ای است و خودش هم در سخنرانی آخری گفت، ولی با اقتصاد ما آماده نیست. ببینید اگر الان، حالا میگم، آقای خامنه‌ای ساحل مکران چند سال پیش گفت توسعه بدیم، چند وقت پیش یارو گفت اصلا ته درست پیش نرفته. ببینید من مصداقی حرف میزنم، شما 3 شرکت معظم داری امسال سود بردن، فولاد مبارکه، گلگوهر، یا یکی دیگه. خب شما میگی 2 میلیون خودرو، 2 میلیون خودرو تولید بکنی، رئیس راهوار میگه اینا عرابه های مرگن، ولی سیاست منطقه شما اجازه نمیده که اصلاح خودرو بکنی. ببین من مصداقی حرف میزنم، همینجوری که حرف نمیزنم که. شما هی تکنیک پهپادو رو میری جلو، اشکالی هم نداره، باید ما با سلاح نظامی ما با خوب باشه، من اینو قبول دارم، هر کی بیاد. شما ببینید مگه انسان چقدر وقت داره؟ میزان محاسبات فرماندهان سپاه و نیروهایی که در جمهوری اسلامی با آقای خامنه‌ای نزدیکن و نوعش، خودتو الان بهتر از من میدانی، اطلاعات سپاه قدس الان از اطلاعات سپاه قدرتش بیشتر شده. چرا؟ چون تو بازیگر منطقه‌ای هستی. الان آقای خامنه‌ای باید مقتدا صدر رو رصد کنه برای انتخابات دیگه عراق. من میدانم تقسیم کار هست، ولی اولویت مهمه. من بی دلیل حرف نمیزنم که. این هسته‌ای چرا باید اینقدر چش قدس داشته باشه؟ ببینید اینجور نیست. شما وقتی که میای بر یک هیته‌ای، مثلا شما حزب الله، الان به میزان پیام‌هایی که بایدن یعنی آمریکایی‌ها با ایران سر غزه و کشتار غزه با ایران رد بدل میکنه، فکر می‌کنید چقدر وقت دیپلماسی ما رو میگیره؟ اینکه ما باید تهاتر کالا بکنیم، از چین کالا بیاد، از هند کالا بیاد، کالا بیاد ازبکستان، بیاد ایران، این چقدر وقت ما رو میگیره؟ خب ببین اینا همه هست دیگه، ما دیگه به خود رو نمیپردازیم که سال 17000 نفر خود رئیس راهوار میگه کشته میشن تو خیابان. من همینجوری حرف نزدم، من یه شمایی دارم، ممکنه تو کشت بوده اون نباید با دلیل برای من رد کنی. آقای خامنه‌ای در مورد مسائل اقتصادی کشور چند ساله میگه سال تولید، چرا نمیشه؟ من میدونم نمیشه، توی شرایط نمیشه، بله یه جاها اکباریومی میشه، ولی یه جاها نمیشه. شما باید متمرکز بشی رو توسعه. خب من داستان توسعه هند خواندم، داستان توسعه استالین خواندم، داستان توسعه نمیدونم کشورهای اندونزی خواندم، اندازی سوادم. من سر کلاسای مهندس صاحبی بودم دیگه، شاگردش بودم دیگه، میفهمی توسعه رو دیگه. ببینید اینا شما اینا رو نگاه بکن، خود به خود نمیتواند مسائل ایران عمده، اون از منظر منطقه به ایران نگاه میکنه و چون منطقه ما یه منطقه جهانی، خود به خود منطقه جهان نگاه میکنه. مسئله ملی داخلی اولویت نداره. همین تو شما تو ارمنستان دیدی 5 تا امام جمعه از آذربایجان حمایت میکنن،
استراتژی ما کنار اومدن با ارمنستانه. شما می‌بینید تو یه مدت اینا اختلاف و سرگردانی این خبران به گوش شما میرسه. این مهمه که شما اون رو مدیریت این هاشمی دیدش به بوروکراسی داخل بود، میگه آقا اینو سامان بدیم. این تفاوت خاتمی با هاشمی، خامنه‌ای با هاشمی که کاملا مشخصه، من که طرف هاشمی نیستم، ولی هاشمی دیدش به بوروکراسی داخل بود. به یه جمله گفت دوره موشک نیست، نه که به موشک اعتقاد نداشت، میگفت ما باید با موشک کار پیش نمیره، ما الان باید کشور درست کنیم. ببین شما وقتی قدرت منطقه‌ای میشی، وقتی مینویسی گام دوم، گام دوم یعنی چی؟ ببین آیا آقای خامنه‌ای تهران رو میبینه؟ الان جوانای ما میتونی اینجوری هم بلند میشن اینستاگرام با نیویورک با دوستش حرف میزنن. من اگه جای خامنه‌ای بودم صبح به صبح اوضاع تهران رو رصد میکردم، بعد اصفهان، بعد تبریز، بعد مشهد رو، شهردار تهران رو میخواستم هر روز. خب این شهر کلان شهر، یه دریا شهره. ببینید ما این الان هست. تو چه با من میدونم اصلا وظیفه رهبری نیست، رهبری دخالت میکنه تو همه چی دیگه. من حرفم بی خود نبود، من بدون استدلال حرف نزدم. یک عرفه. مکرون اومد اینجا، رفت شما آفریقا، شما آفریقا همه فرانسه رو حرف میدونن دیگه. خب یه مدت رفت اونجا حرف زد، فرانسوی ها تحضیدش نگید، رئیس جمهور فرانسه رئیس جمهور شاخ آفریقا نیست دیگه. یعنی چی؟ خودشو جمع کرد. یه سری چیزا حالا به آدم به اقتضای سن تجربه درک میکنه. یه صحابی یه سری حرفایی میزد، ما یه سال بعد میفهمیدیم. نمیخوام بگم قید میگفتا، یه تجربه داشت. میگه با آقای خامنه‌ای دشمن قبول میکنه، رقیب قبول نمیکنه. راست هم میگه. ما رقیب بودیم، ما دشمن نبودیم که. دشمن کرد، ولی ما بازم دشمن نشدیم. من اگه خواستم دشمن شدم، من جورجتاون مینشستم. یا حمایتش هم میکردم. منافع ملی من، میگم آقای خام، مگه آقای مهندس صحابی نرفت سال 82 تو حسینی ارشاد سالگرد پدرش سخنرانی کرد، گفت آقا این عراق اومدن پدر ما در میان، بعد یه حکومت نظامی تو عراق یا آمریکایی سر ما بیاد، ما باید کشور جمع کنیم، ایران داره اسکات میشه. حالا الان آقای خامنه یه سری روابط اقتصادی با چین و اینا بستن، خب یه کشور نمیفته، ولی راه توسعه که تو کشور ما باز نیست که. کارخانه ها خوابیده، نه که همه کارخانه ها خوابیده، ولی خب ما نفت داریم، تو خودت میدانی نفت 7 دلار تولید میشه، 100 تا 80 تا 60 تا فروخته میشه. ولی این که راه این برای شما، این گاهی نمیارید خرج توسعه میکنی، گاهی میارید نه همینجوری چیز میکنی. ببین اینا این سود ماشین سازی کجا میره؟ 2 میلیون خودرو نه که میره تو جیب این، درست خرج نمیشه دیگه. من حرفم اینه، من حرف بی مبنا نبود. خیلی ممنون. خب ممنونم، بحث خیلی جالبی بود. حالا آقای مهندس موسوی خوینی هم مطلبی دارم که کوتاه میخوام بگم. بله، بعد میخوام صحبتی آقای نامور حقیقی رو هم بشنویم و دوستان دیگر رو. در اظهاراتی که حالت تحلیل پیدا و توصیفی پیدا کنه، من به مراتب شاید بگم حد اکثر در وضعیت وحشتناک، اگر من توصیف و تحلیلی باشم و آقای رحمانی توصیفی تحلیل برن چلو، حد اکثر 20% با هم اختلاف سلیقه داریم. تازه خیلی من دارم بالا میبرم. اما وقتی ما به سمت به هر حال دیدگاه های کنشگری سیاسی میریم، ناخواسته ایشون به یک جنبه های بیشتر توجه میکنه و بنده هم نسبت به اون توجه و مطلق انگاری مشکل دارم، و الا من همه نکاتی که ایشون میگه به صورت کلمات به صورت نسبی مطرح بشه من هیچ مشکلی ندارم، و الا این که من مثلا 100% از این حرف بی‌معنای من، به هر حال آقای رحمانی میدونن من بچگیم با این تفکر با این جریان در همون روزای اول دانشگاه وقتی که این دوستان رو گرفته بودم، من در کنار خانم محمدی، خانم فرزانه روستایی، خانم حال صحابی، خانم پروین نژاد و همه این همسران
این بزرگواران، خودم تجمع برگزار، هنوزم مخالف اون کارم نیستم، معتقدم اینا رفته بودن زندان و امین بومرو حقشون تضییع شده بود در اون مقطع، و از کاری هم که اون موقع کردم با اینکه نظرم متفاوت شده پشیمون نیستم، اینو با صراحت تمام دارم میگم. اما بعضی ها از یک دیالوگ اینجوری یک بومعروف تقابل بزرگی میسازن، فکر میکنن حالا من مثلا عصبانی شدم، یا بومعروف ما کما یکی هی ببنده آدم عصبانی میشه دیگه، بعد بیان از این میگن نه مدرسی مثلا جبهه شمال مثلا ایشون چه، نه ما سر بعضی از اصول قطعا با هم، به هر حال ایشون که استاد بنده هستن من دارم جسارت میکنم، به هر حال تفاوت وجود داره، یه بخشی هم به هر حال تو جزئیات و ادبیات و نوع بیان و روایتگری. پس الکی قضایا رو به یک جبهه گیری بعضی دوستان میبینم به هر حال بک چنل میدن یا چنین چیزایی به آدم میدن، تبدیل نکنیم. این باعث میشه منم از فردا دیگه بگم آقا چون من واقعا با آقای رحمانی نمیخوام بجنگم و ایشون رو در جبهه مقابل خودم نمیبینم، من جبهه مقابل خودم ویران طلبا هستم، مثلا با اپوزیسیون امروز هیچ با معروف نه جنگی دارم نه نزاعی دارم، اینجا هم دارم بحث میکنم قرار بحث دیگه مثل همه استیج، وگرنه من ویران طلبان داخلی که سوپر انقلابیون هستن و سوپر همین ویوار ایران طلبان خارج از کشور که مشخص دو جریانم هستن، من با اینها مشکل اساسی و دشمن با بقیه یا هم نظرم یا منتقدم، هیچ وقت در جبهه حتی رقابتم قرار نمیگیرم چون من کنشگر نیستم. عذرخواهی میکنم اینو خواستم بگم که ته قصه مشخص باشه که در چه کانتکسی داره گفتگوش شکل میگیره. این کانتکست کانتکست دعوا و مثلا جدال دو قطب نیست، من به عنوان شاگرد دارم یه حرفایی میزنم، عذرخواهی هم میکنم اگر جسارتی به هر کسی شد به خصوص آقای رحمانی. بله من حالا ممنونم این کارو کردی، چون ببینید که افرادی مثل آقای رحمانی واقعا من حالا این میشه تعارف میدونید، چون من میبینم حمله به آقای رحمانی از همون بیرون که خودت هم اشاره کردی خیلی بیشتره، حالا یه اختلافات اندک نهایتا میشه با هم دیگه گفتگو کرد. این مرزبندی ازت ممنونم این کارو کردی.